افغانستان یکی از سریع‌ترین کشورهای در حال شهری شدن در جهان امروز است. شهرها در افغانستان نیاز به بهبود خدمات اولیه و زیرساخت‌های لازم برای ایجاد محیط امن و مسئول‌تر دارند. اداره اسکان بشر سازمان ملل متحد یا UN Habitat برنامه شهری امار صلح افغانستان AUPP را از سال 2015 الی سال 2018 با بودجه سخاوتمندانه کشور شاهی هالند و اداره انکشافی و همکاری سیویس SDC در همکاری با وزارت امور شهرسازی و مسکن، اداره مستقل ارگانهای محلی، معینیت امور شاروالی‌ها، وزارت امور داخله، شاروالی کابل و 7 شاروالی دیگر ولایات تطبیق کرده است. برنامه شهری امار صلح افغانستان در 8 شهر استراتژیک افغانستان از جمله کابل، هرات، مزار شریف، جلال آباد، کندوز، فراه، بامیان و نیلی فعالیت داشته که هدف آن زنان و مردان، دختران و پسران در شهرها بالای ظرفیت ادارات محلی خیش اعتماد بیشتر نموده، آنان برای حمایت از حقوق، دستیابی به مسئولیت، امنیت و مشمولیت در شهرها تلاش می کنند و در راستای بهبود مشروعیت حکومت کمک می نمایند. برنامه شهری امار صلح افغانستان یکی از برنامه های شهرهای مسئول می باشد که هدف آن تقویت اعتماد بین دولت و مردم می باشد که رسیدن به اهداف وابسته به سه نتایج متوقع می باشد: کار با مردم، کار با حکومت محلی و کار با حکومت مرکزی. کار با مردم شامل شوراهای انکشافی محل و شوراهای گذر می باشد تا مردم محل مشکلات خود را دریافت نمایند و جهت حل آن پروژه های انکشافی و مسئولیتی را تطبیق نمایند. کار با حکومت محلی شامل شاروالی ها، شوراهای مشورتی شاروالی ها می باشد که این نهادها مشکلات شهری را دریافت نموده و در مطابقت با خواسته های شهروندان پلان گذاری و تطبیق می نمایند. کار با حکومت مرکزی شامل معینیت امور شاروالی ها، وزارت محترم شهرسازی و مسکن و وزارت امور داخله می باشد که در سطح رهبری با برنامه ها همکاری می نمایند. تمام موضوعات راهبردی توسط شرکای حکومت مرکزی توصیف می گردد. برنامه شهری امار صلح افغانستان ایجاد شوراهای انکشافی محل یا CDCs و شوراهای سطح گذر یا GS را منحیث بنیاد با منظور یک جا کردن مردم جهت بحث در مورد مسائل مربوط به محل و تطبیق فعالیت‌ها برای توسعه جامع به هدف بهبود ارائه خدمات و مشارکت شهروندان در توسعه شهری تسهیل نموده است. این برنامه 95 شورای انکشافی محل یا CDC و 19 شورای سطح گذر یا GA را ایجاد کرده که ارزش مستقیم را در کاهش مصرف، عدم سوء استفاده، کاهش خطر از ضایع شدن پول و توانایی جمع‌آوری سهم مردمی قابل توجه را به صورت نقدی و غیر نقدی به منظور پرداخت هزینه پروژه ها اضافه نموده است. UPP آمدک، سرک ها پختکاری شدک، دیگه لایت های نصب شدک، دیگه بسته استشن ها شدک، کورس های آموزشی فعال شده. پلان انکشافی شوراها یک فرایند استراتژیک بوده که شوراها را قادر می سازند تا چالش ها را شناسایی و راهکار مناسب را جهت الان عملی نمایند. به گونه مثال، چالش های مسئولیتی و امنیتی برای زنان و دختران در محلات عامه به ویژه در شب است. بدین منظور پروژه تنویر جاده ها تطبیق گردید تا مسئولیت عامه بهبود یابد. در این برنامه پلان انکشافی شوراها از طریق نیازسنجی مسئولیتی که یک روش بی‌نظیر و متفاوت بوده با مشارکت شرکا و اعضای شوراها جهت اعتمادسازی اجرا گردید که میتواند شوراهای انکشافی و دولت محلی را در بهبود عرضه خدمات کمک نماید. پروگرام اودی
خاروالی د پروګرام او د 15 پېټم شورا په کومک سره موږ ته وکولای شو چې په خاني حالت ته بدلون ورکړي. موږ ته په کم امکاناتو باندې ډېر امکانات ډېر کوټه جوړی کی چوکۍ راته آماده کی. نو اوس دغه د یو ان هابیتات د ادارې څخه ډېره مننه چې موږ ته دغه شرایط برابر کړل. با تعداد 168 پروژه مسئولیتی مانند پارک ها، کانال ها، مکاتب، کانکریت ریزی جاده ها، تنویر جاده ها و دیگر پروژه ها تطبیق گردید که بیشترین مستفیدین این پروژه ها زنان و کودکان و بیجا شدگان بودند. ما خیلی دین هستی ترسو داغ او بودی موگه کرو تراسی موگه او بودی منتیچه دیر خرابسه ویده سیبتی کویگان دی د دې سره ډېرې ملوث سوې وې، کرکچنې سوې وې. همیشه به د موږ ماشومانو مریضان کېدل، مسؤلیت نه و ورته. خو شکر الحمدلله چې دا اوبه راغلې دي، صفا اوبه دي، د موږ ماشومان هم صحتمند سوي دي او دا مرضونه هم د موږ نه ورک سوي دي. هر کور ته هم دا اوبه رسېدلې دي. به حال شما میبینیم که امراض از او جاده ها کم شده و امکان پاککاری از اونا هست و سطح زندگی مردم را تغییر داده. شروالی ها با ویژه شوراهای مشورتی شروالی ها یا MA20 ناحیه های تحت پوشش برنامه، بخش انجینیری، عواید و پلانگذاری شروالی ها نقش رهبری را در برنامه داشتند. در گذشته ها مردم از شروالی فاصله داشت، اما با آمدن از این برنامه ها یک هماهنگی صورت گرفت. حال دیگه مردم امو دوری را که قبلا بود احساس نمی کنند. حکومت داری خوب زمان تمثیل شده می توانه که رضایت مردم باید مد نظر و هدف باشه و رضایت مردم موجب از بین رفتن فاصله بین اداره یا بین حکومت و مردم می شود و فاصله زمان برداشته می شود که برای مردم کار شود. از طریق این برنامه ما کارهای زیاد را برای مردم انجام دادیم. UN Habitat برای مردم کارهای فراوان را انجام داده است و وقتی که مردم میبینه خواستهایشون برآورده میشه و خصوص خواستهای کوچک. شوراهای مشورتی شروالی ها نقش اماهنگ کننده کلیدی را در سطح شهر بازی نموده، دارای بودجه اختصاصی در هر شهر با منظور ظرفیت سازیشان که در بیشتر شهرها سالون اجتماعات جهت مجالس و تعاملات با مردم را اعمار کردند. برنامه پلیس مردمی یکی از مهمترین برنامه‌های وزارت امور داخله است تا فاصله میان مردم و پلیس را از بین ببرد. برنامه شهری امارت صلح افغانستان از فعالیت‌های ریاست پلیس مردمی حمایت نموده تا ظرفیت پلیس مردمی افزایش یافته و بتوانند مسئولیت و امنیت را بهتر ارائه نمایند. ما با همکاری مردم امنیت تامین می‌کنیم، با همکاری مردم منازعات محیطی را حل کردیم که اینا در قسمت تامین امنیت ما را داریم مسئله کمک می‌کنه و در این حال در جلب اعتماد مردم و بهبود روابط پلیس مردم. مفهوم اصلی پلیس مردمی امی است. حمایت های اداری محترم UN Habitat دمی جهد بود. یکی از فعالیت های برنامه شهری امارت صلح افغانستان افزایش ظرفیت نهادهای جامعه مدنی یعنی CSO جهت ارتقای حقوق بشر، مسئولیت شهری و مسئولیت پذیری دولت است. این برنامه بودجه را برای 23 نهاد جامعه مدنی اختصاص داد تا در 8 شهر تحت پوشش در قسمت بالا بردن ظرفیت خود کار نمایند. کمپاین های مدافعت وسیع را در سطح شهر برگزار کنند و سطح آگاهی دهی شهروندان را افزایش دهد. فعالیت های ارتقای ظرفیت 1707 جلسه آموزشی را که شامل 5 بخش عمده با 29 موضوع آموزشی با شوراهای انکشافی محل یا شوراهای سطح گذر، شروالی ها و ریاست پلیس مردمی بر اساس رهنمودهای آموزشی توسعه یافته ارائه گردید. این فعالیت ها نتایج مثبت را در قبال داشت.
برنامه شهری امارات صلح افغانستان اهمیت جریان اصلی جندر را اساساً از طریق ترویج مشارکت زنان به شکل مساویانه، توظیف کارمندان اناس جهت همکاری با مستفیدین اناس، ترویج نمایندگی زنان در شوروالی ها، کمیته های فرعی شوراهای مشورتی شوروالی یا MAB و اهداف مشخص زنان در پروژه های فرعی مسئولیتی طرف توجه قرار داده است. طی 3 سروی ابتدایی، وسطی و نهایی با اشتراک 26,000 خانوار در 8 شهر تحت پوشش که از طریق برنامه شهری امارات صلح افغانستان برگزار گردید، دید سروی شدگان نسبت به آیندهشان تغییر مثبت نموده و اعتمادشان نسبت به دولت و آیندهشان بهبود یافته است. برنامه شهری امارات صلح افغانستان برای اولین بار ابتکار معرفی مفهوم شهرهای مسئولتر را به منظور بهبود قابلیت انعطاف‌پذیری شهری در مسئولیت و امنیت و کمک و کاهش و جلوگیری از جرایم شهری، خشونت و ناامنی در ابعاد مختلف، آوردن عدالت به مردم و توجه به مسئولیت و امنیت آسیب پذیرترین گروه های به حاشیه قرار گرفته شده، به گونه مثال جوانان، بجا شدگان داخلی و عودت کنندگان و امنیت زنان و دختران در فضاهای عمومی را تامین کرده است. ولی مشکل ما بالاتر از این است. مشکلات بیشتر داریم از جامعه جهانی، الخصوص از آیلند سیویس که همین کمک کردیم به مشورای ما. بسیار تشکری میکنیم و در آینده توقع داریم که این پروژه خود زنده نگه داریم.